جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، از همه چیز بی خبران جز شکم و زیر شکم، عمامه‌داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و آیت الله و وزیر و وکیل و نماینده، و به خصوص اونهایی که از اینها حمایت میکنند، از دست اسلام نیاب محمدی فرار کردند، اومدن در امریکا، به من ایراد میگیرند. من مزایای این قوم وحشی مسلمان رو براشون میخونم. اگر دیگه اینم به خرجشون نره، باید برن خودشونو به دکتر نشون بدن، یا حداقل خودشون پیش خودشون بگن ما دوزیمونو بکنیم، این بابام حرفشو بزنه، 7 تا 8 تا تلفن تلویزیونم مستقیما از این حرامزادگان دفاع بکنه که ما هم جزوش هستیم، و بقیه تلویزیون ها غیر مستقیم کمک بکنن آب با آسیاب حکومت دینی بزنه به کوب بریزن. اینا وقتی آدم میکشن شروع میکنن رقصیدن دور هم دیگه، هل هل میکنن، اما اگه شماها برقصین میان میکشنتون. خانم ها، آقایانی که از این حکومت دفاع میکنید، شماها از کسانی دفاع میکنید که در خصوصی ترین مسائل مردم حتی در اتاق خواب اونها وارد میشن، چون نه شرف دارن، نه آزادگی دارن، نه انسانیت. نمیدونم شماها میخوان جز به اونها باشید یا نباشید. اونها از اتاق خوابهای مردم فیلم برداری میکنند و بعد نمایش میدن در یوتیوب، خودشون فیلم برداری میکنن، خودشون پخش میکنن. نمونش اون یارو پیشنماز توی سرکان به زهرا بن یعقوب که با نامزدش در پارک نشسته بود تجاوز میکنن، میکشند. بعد شماها انسانها، اگر بشه چنین اسمی به شما گذاشت، شما از اونا دفاع میکنید، به عاطفه 16 ساله تجاوز میکنند، بعد اعدامش میکنند. 2 هفته قبل 3 نفر رو در مشهد سنگسار کردند، شماها از اینا دارید دفاع میکنید. دختران باکره رو قبل از اعدام بهشون تجاوز میکنند. فکر کن اون دختر دختر خودته، اگرم بهت بر نمیخوره که خب دیگه اصلا با هم دیگه کاری نداری. سردار مبارزه با بدحجابی رو با 6 تا زن لخت که وایسونده اینا رو نماز میخونند میگیرن، هیچ اتفاقی نمیفته و تو از اونا دفاع میکنی. مداحشون رو میگیرن، اسمش بود بیت حلالی، مداحی که میاد عرعر میکنه، شماها گریه میکنید پای عرعر اون، گرفتنش داره تریاکشی میکشه، 2 تا خانومم بغل دستشه. اسلامیه، اسلام نیاب محمدی. در خانه مرتضوی دادستان 10 ها دختر فراری رو اونجا پیدا میکنن
که آقای مرتضوی هر کدوم از هر کدوم اینا بخواد بهشت برای خودش درست کرده، انتخاب بکنه بره سراغ این حوریای بهشتی هر وقت دلش میخواد. آخوند گلستانی با داشتن دو زن، با کارمند امنیتی، با زن کارمند امنیتی فاطمه رجبزاده، زن همکارش، آخوند الهه‌زاده روی میز دفترش و در ساعت کار فیلم سکسی بازی کرده. هم دیدن، منم دیدم. آخوند رئیس دادگستری کرج قاچاق دختر میکرد. از اینا دارید دفاع میکنید. اگر همکار اینا نیستید خودتونو بکشید کنار، اگر هستید اون وقت دفاع کنید، به منم فوش بدید چون همکار اینا هستید، جزو قاچاقچیان دختر. اون وقتا ما به اینا میگفتیم زال محمد، حالا نمیدونم چی میگن. به زنان و دختران در زندان تجاوز می کنند. به دانشجویان شیشه نوشابه و تخم مرغ فرو می کنند. اینا حقیقت آن. اینا رو مثل زمان شاه توده یا در نیاوردن. اینا حقیقتی است که الان وجود داره. دانشجوهایی که شکنجه شدن اومدن گفتن. اکبر محمدی رو میکشند، جنازش هم بهش به جنازش هم رحم نمیکنن. ده ها نوجوان رو به جرم سکس اعدام کردند. هزاران ایرانی رو مثل وحشی ها شلاق زدند. چند ده هزار ایرانی را اعدام و تیرباران کردند. 6 میلیون ایرانی من جمله خود تو رو وادار به فرار کردند. برو دفاع کن چون یه خورده از اون دزدیا بهت میرسه. به دستور رهبر و وزیر اطلاعات با وضو و ذکر پروانه فروهر را که ضعیفه مینامینندش مینامیدش با چاقو تکه تکه کردند. کارون جاجی زاده کودک 9 ساله کرمانی که شاهد قتل پدر شاعرش بود به دست سربازان بی پدر و مادر خار مادر فلان امام زمان تکه تکه شد. بچه 9 ساله و گو آقای فاضلی تو خیلی فوش میدی. بله تو اگه به تجاوزم بکنن جواب نمیدی، ولی من اگه به یه بچه 9 ساله تو کرمان حمله بکنن و تیکه تیکش کنن فوش که هیچی، از فوش بدترم میدم. دستم برسه کارهای دیگم میکنم تا چشم اون کسی که نمیتونه ببینه کور شه. دختران ایرانی را به تن فروشی در دبی و کراچی وادار کردند. نفر اول در اعدام فرار مغزها، واردات گندم، مرگ و میر جاده‌ای و بردن آبروی 1200 ساله ایرانی در دشمنی با ایران، ایران توی دنیا مقام اول رو داره. ایران هیچ کشوری اینجور مغزاش فرار نمیکنه. اگر از 100 تا دانشجوی ایرانی بپرسی دلت میخواد از ایران خارج چی، 150 تاشون میگن بله. در خیابان به صورت دختران ایرانی سیلی میزنید. آیت الله هایتان دزد، رهبرتان دزد، رئیس 2 تا طویله، اکبر دزد دبل طویله است، دبل قاطره، هم طویله خبرگانه هم طویله‌ای که تشخیصه.
اکبر دزده مال اونجاست، دزده، و تو میای از او دفاع میکنی. کودکان خردسال یتیم در حال دست فروشی و گدایی اند. به تو مربوطی، تو دزدی تو کردی اومدی بیرون. یخه منه بگیر که چرا داری به اسلام توهین میکنی، به پدرت هم توهین میکنم، به هرچی دزد توهین میکنم. آثار باستانی و اجساد مومیایی رو به تاراج میبرن میفروشن، چون دزدند و هر کی ازشون حمایت بکنه شاگرد دزده، یعنی دزد دم پاییه. اونا دزد بزرگن، این دزد از اوناست که یه استخون میندازن جلوش. پنج میلیون ایرانی آواره میلیون ها را در زندان استبداد و خفقان قرار داده اند این جانوران. به اکثریت مطلق ایرانی ها ظلم داره میشه، از داشتن یک مسجد برای سنی ها وحشت داره این رژیم ببر کاغذی که اینقدر خودشو باد میکنه. سنیا یه دونه مسجد توی تهران نمیتونن داشته باشن. پول نفت رو از سر سفره بر میدارن و میدن به فلسطین و لبنان یا بورکینافاسو. نون ندارن بخورن، میرن اون سر دنیا تراکتورسازی درست میکنن، فکر میکنن روز که فرار کردن اونا به دردشون میخوره. از تاریخ درس نمیگیرن، دریای خزر رو به روسا میدن، زیر پوستر خلیج عربی میشینن و قرارداد امضا میکنن، نطق میکنن. یک دونه سردار محصولی که وزیر کشوره که همه میدونن دزده، خودشون میگن 160 میلیارد ثروتشه. از این 27 هزار میلیاردی که گم شده 400 میلیاردش رو همین محصولی گرفته که پس نمیده. اون 160 میلیارد بازیچه است، 160 تریلیونه. حتما شاگرد اون دوزه اگه باشی او وقت ازش حمایت میکنی، میگی به به سردار مسئولی خیلی خوبه. یارو کردان دیپلم نداره، میگه فارغ التحصیل آکسفوردم. از اونجا ورش میدارن میذارنش سرپرست مثلا قسمت‌های علمی کشور. خرطوخره. و تو از این خرطوخره دزدیدی اومدی بیرون، حالا از من ایراد میگیری. شماها که رهبر رئیس جمهورتان پرونده ترور ایرانی در خارج از کشور دارد، شماها که رئیس جمهور انتصابیتان مضحکه خاص عام است و به راحتی در مقابل میلیون ها انسان دروغ میگوید و البته تیر خلاص در خلبت راحت تر از دروغ در ملاء جهانیان و ایرانیان است، لطفاً خانم ها آقایون از شرافت و انسانیت و آزادگی و مدافع حقوق مظلومان بودن حرف نزنید. قابل توجه شیرین عبادی هم هست. با سپاس از سایت جاوید ایران که این ایمیل رو بر من فرستاده، امروز به جای پیش درآمد برنامه‌ام از این استفاده کردم. یه یادآوری بشه که من وقتی میگم همه دزدند، علاوه بر دزدی گرفتاری‌های دیگه هم باهاشون داریم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، میدونید جمعه ها روز کتاب فروشیه.
من قبل از اینکه برم به کتابفروشی امروز براتون فیلم‌های سینمایی از فروین ملک مطیعی، بهروز وثوقی، اینا پکیجه، یا تک تک اگه بخواین از هر کدوم یه دونه، صمد، دایجان ناپلئون، از بیک مابردی، از منوچهر وثوق، اگه فیلم‌های خودم پیداشه از فیلم‌های خودم، اینا رو میخوام پکیج براتون درست کنم. فرض کنید شما میگید آقا من 150 دلار میدم 7 تا فیلم برام جور کن از همه توش باش، از وحدت و ارحام صدر، این کسایی که مورد توجهتون هستن. چون کتاب که دوست نداریم بخونیم، منم که نمیتونم گوگوش بیارم اینجا براتون برقصه که. چون کارم سینما بود گفتم حالا که مردم کتاب نمیخونن ببرمشون. فیلمای بعد از انقلابم ندارم، نگاهم بهش نمی کنم، اصلا طرفشم نمیرم. اینجا یک 5 دلار دارن میفروشن. من دلیل دارم که این کارو نمی کنم، دلیلم هم مال خودمه. اگر خواستید حالا توضیح بعد میدم خدمتتون، ولی قبل از اینکه وارد اون بشیم من 10-15 دقیقه میخوام وقتتون رو بگیرم. با من اگر فکر بکنید و اینجوری که من فکر میکنم همین راه رو برید، اون وقت نتیجه گیری بعدش رو میکنیم. فکر کنید شما از فردا صبح هیچ کاری تو دنیا ندارید، هیچ کاری تو دنیا ندارید. توی دنیایی که زندگی میکنید سینمایی نیست، تئاتری نیست، تلویزیونی نیست، شمایید، چهار دیواری، غذا هرچی بخواین هست، کار سکسی هرچی بخواین میتونین بکنین، و تو حیاتتونم جای باصفاییه. فکر کنید توی مغزتون که صبح برای چی از خواب بیدار میشید؟ رادیو ندارید، ساعت ندارید، تلویزیون ندارید، نمیدونم ماشین ندارید، سوار ماشین نمیتونید بشید برید مثلا لاس وگاس، هیچ کدوم این کارها رو نمیتونید بکنید. فقط بعد از خواب بیدار شین، هیچ کاری نداشته باشین، دوباره شب بخوابید، دوباره روز بعدش همینجوری. امکاناتی که براتون هست اینه که قصه غذا خوردن ندارید، قصه زیر شکم هم ندارید. فکر کنید با این زندگی چقدر وقت میتونید زندگی کنید. برای خودتون فکر کنید، یه ماه، دو ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، صبح بلند شی، غذا بخوری، بری کار سکس انجام بدی، شب بخوابی، دوباره صبح بلند شی همه کار انجام بدی. چند نفر از شما این زندگی رو دوست دارید؟ چند نفر از شما به شوق این زندگی از رخت خواب میاد بیرون صبح؟ حالا اگه پله رو بالاتر بذاریم، شما احتیاج به خوابم نداشته باشی، 24 ساعت هم بیدار باشی خوابت هم نگیره، شب و روزی هم نداشته باشی، همیشه روز باشه، همیشه هوای بهاری باشه، نه سرد و نه گرم. فکر میکنی تا چند وقت میتونی زندگی کنی؟ یعنی مثلا اینجوری شما فکر کن که توی جزیره دور افتاده ای هستی، هوا بسیار لطیف و ملایمه و غذات هم دیگه حتی نباید بری ماهیگیری بکنی، غذاتو میارن دم همون کلبت، دم خونت، هر جا هستی بهت میدن، زنان زیبایی هم اونجا هست،
چند وقت میتونی با این سیستم زندگی بکنی؟ رسول خدا محمد عرب ها رو با این گول زد، چون عرب ها فکر نمی کردن، فکر تداوم کار رو نمی کردن. عربه فکرش بود که بره به یه زنی تجاوز بکنه، بره یه جا دزدی بکنه، شکمشو اینقدر دنبال سوسمار ندوه، ملخ نخوره، غذای خوب بخوره، انگبین بخوره. انگبینو فقط اسمش شنیده بود، عسل رو اسمش شنیده بود. شیر شتر رو فقط مال اربابش بود، مال اون نبود. وقتی بهش میگفتن جوبش میره، دیگه همه چیزشو میداد بابت اون که زودتر بمیره بره اونجا. تو ایرونی به امید رفتن تو بهشت، که همین چیزایی بود که من برات تشریح کردم، اونجایی که برات تشریح کردم که هیچ کاری نداری، خواب نداری، فقط حوری بغل دستته، اگر منحرف باشی قلمانم بغل دستته، چون دو طرف عربا داشتن خونه های امرت خونه زیاد داشتند، چون خیلی هاشون به پسر متمایل بودن. تو فکر کن که یه جایی اینجوری بهت میدن، چند وقت این زندگی رو میتونی بکنی؟ تو که همه کارا رو میکنی که ببرنت بهشت، فکر کن که بهشت کجاست؟ بهشت چه جور جایی میتونه باشه؟ در بهشت تو چه امکاناتی میتونی داشته باشی که بیرون بهشت نداری؟ و اصولا اگر این کار رو از آدم بگیرن که از فردا آدم هیچ کاری نداشته باشه، من نمیدونم چند نفر از شماها میتونید زندگی کنید. من دیدم آدم هایی که پیر میشن دیگه هیچ کاری ندارن، یا میرن باغبونی میکنن، یا میرن گلف بازی میکنن، یا میرن به مسافرت های دور میرن. نمیشه بیکار نشست. تو بهشت کتابخونه نیست، فقط دختران 15 ساله ای هستن که هر شب باکره میشن تونتون. حضرت فرمودن هر مرد عربی در 24 ساعت 1000 باکره رو سوراخ میکنه. این عین ترجمه شه، یعنی هر 1 دقیقه ممیز 40 ثانیه، ببخشید 1 ممیز 40 ثانیه، یه نفر رو باید سوراخ کنه، مطابق گفته رسول خدا. این در حالیه که به دستور الله تو بری آدم بکشی، دزدی کنی، غارت کنی، 20% الله رو رد کنی به حضرت رسول یا جانشینانش، بعد حضرت باری تعالی تو رو میبره بهش، این کارا رو باهات میکنه. اگر نگی لا اله الا الله، اون وقت سیخ توت فرو میکنه رو آتیش، یه نفر اونجا میچرخونتت، آب بهت میده، آب جوش، بعدم وسط این جهنم یه میوه در میاد وسط آتیشا. دروغ هرچی گنده تر باشه راحت تره. آدم راحت تر قبولش میکنه. من اینا رو گفتم بقیهش خودتون فکر بکنید. ببینید تا چقدر با خردتون همخوانی داره، و اگر نداره حرفای من حرف بی خود و مزخرفیه، بریزیدش دور.
ببین مطالبی هست که من حرفم تموم نمیشه، ولی اگر این کار فروش کتاب و فیلم و نمیدونم فربهه رو این چیزها رو بذارم کنار، بعد باید برنامه رو بذارم کنار، برای اینکه شماها وقتی به من کمک میکنید به من کمک نمیکنید، به پایه خردورزی در کشور ایران کمک میکنید. شما کاری میکنید که نسلهای آینده مثل من شما گرفتار و بدبخت نشن. جوانی از قوم نوشته بود پدر من آدم بسیار خوبیه ولی مذهبیه. من زن گرفتم، تمرد پدرم نمیتونم بکنم، تو گوشم هم رفته آق والدین نشم، خدا رم قبول ندارم، چی کار کنم؟ تنها راهی که برام میمونه تقیه است، چون اگه با اینا حرف بزنم و بگم که شماها اشتباه میکنین طرد خانواده میشم و مادرم و خواهر برادرام با پدرم هم عقیده هستن، من یکی هستم که عقلم رو به کار انداختم، اونا ببعی هستن، من چی کار کنم؟ ببینید نسل سوخته اثرش رو میذاره. من دارم سعی میکنم این نسل از 15 تا 40 ساله نوع فکرش با نسل سوخته عوض بشه، با آدمی که 100 سال پیش فکر میکرد که پیاده میشه رفت کره ماه عوض بشه، فکر عوض بشه که ما دیگه نمیتونیم سوار اسب بشیم، اسب بال بزنه بره به دیدار خدا. ما باید بفهمیم که دیگه چوب دریا رو نصف نمی کنه. من نمیگم اعتقاداتتون رو بذارید کنار، من چیزایی که در سالهای پیش یک کسی این کار کرده، خب یه نفرم حالا بکنه منم ببینم، اگر نه دروغه. سنگ نشدم که، سنگ شدم. آقا محمد اینقدر از زمین نمیتونست بپره بالا، محمد اگه از پشت اون هلش میدادن میافتاد پایین میمرد، این آدم نمیتونه سوار الاغ بشه بره طبقه هفتم آسمون. این دروغه، سنگ نشدم که. خرافاتو از مغزتون بیرون کنید. اینکه محمد را میرفت سنگه میگفت سلام علیکم، میدونم سوسماره میگفت السلام علیک یا رسول الله، دروغه. اینی که نمیدونم فلان پیغمبر با خوک حرف میزد، سلیمان با مورچه حرف میزد، اینا دروغه، دروغ محضه. یه عده میخوان باور کنن، من با اونا گرفتاری ندارم، میگم باور کنید. اونا با من گرفتاری دارن، چرا میگی دروغه؟ آقا منم عقیده دارم، منم فکری دارم. من به شما نمیگم شما نگید، شما بگید دروغه، من عقیده خودم رو میگم. آخرش هم میگم اگر عقیده منو نمیپسندی بنزش دور. دعوا نداریم با هم. من میگم فکر کن، میگی نمیخوام فکر کنم. خدا پدرت بیامرزه، و با هم اختلافی نداریم. چون همون وقتی هم که میگم فکر کن، میگم اگر دلت میخواد فکر کن. دوستان، کتاب هایی که امروز با دوستی صحبت میکردیم، اگر امروز شما کتاب های آقای شجاع‌الدین شفا، آقای مسعود انصاری،
آقای هوشنگ معین‌زاده، آقای علی میرفطرس و آقای شمشیری رو میشناسید، من 10% کردیت این کار رو دارم، اگر بیشتر نداشته باشم، چون من بودم که پامو جلو گذاشتم در پی اول برای آقای شفا. وقتی که تروریست ها هجوم آوردن، به آقای شفا گفتم شما برید امریکا، من کارتون رو انجام میدم، اگه میخوان بکشن منو بکشن، چون آقای شفا هدلیست بود که بزننش، منم بودم. این کار رو از اونجا شروع کردم، روی تلویزیون شروع کردم، در سطح دنیا همون وقت پخش کردم. وقتی دستم به کتابای آقای انصاری رسید، تا اونجا که تونستم تبلیغ کردم. کتاب آقای شمشیری رو همینطور تا اونجایی که تونستم 10 تا 12 تا کتاب تبلیغ کردم. واسطه این کار بودم. من آقای علی میرفطرس رو ندیدم. چند دفعه تلفنی با هم صحبت کردیم. باور کنید تا حالا یه دونه کتابم امضا نکرده برای من. آقای شمشیری به من کتاب میده و خیلی هم با مکافات پولشو نمیگیره، ولی با آقای میرفطرس من میرم از شرکت کتاب کتابشو میخرم، یا از من پارس کتابشو میخرم، یا از هر شرکتی داشته باشه. اینی که این کتاب ها رو که به شما معرفی میکنم علت داره. کتاب ها رو تا نخونم به شما معرفی نمیکنم. فرض کنید آقای علی میرفطرس الان 5 تا کتاب داره، من همه رو معرفی میکنم. آقای هوشنگ معین‌زاده 7 تا کتاب داره، من 6 تا شو معرفی میکنم. آقای مسعود انصاری 30 تا کتاب داره، من 11 تا شو معرفی میکنم. شاعر زیاد داریم تو این شهر، من فقط کتاب همامی رفشا رو میفروشم. امروز یه کسی تلفن کرده بود، گفت آقا من کتابهایی که تو لیستتون نیست میخوام، دارید؟ گفتم چرا ندارم. گفتم چی میخوای؟ گفت زرتشت چنین گفت. گفتم بله. اسلام در ایران پتروشفسکی نایاب بود، من تو کتابخونم داشتم، دادم به کتاب فروشی، از روش چاپ کرد. اگر سعی میکنم کتاب به شما بفروشم، کار من، شغل من کتاب فروشی نیست. شما ممکنه برید 10 تا کتاب بخرید یکیش خوب باشه، ولی امکان نداره یک کتاب از من بخرید و بتونید توش ایراد بگیرید، چون قبلش به شما میگم این چه نوع کتابیه. امروز یکی از دوستان تلفن کرد، مثل همه، آقا من با چی شروع کنم؟ گفتم با تولدی دیگر شروع کن، بیا بشین با من حرف بزن، باید بگم دیگه بعدش چی بخونی. اونایی که خیلی مسلمونن، خیلی اعتقاد دارن، پیشنهاد میکنم قرآن رو به زبان روان فارسی بخونن. اما خب اونایی که رفتن جلو، عبید زاکانی رو هم بخون، آقا ایرج میرزا رو هم بخون، گلستان سعدی رو هم بخون، هر کتابی میخوای من برات فراهم میکنم. تو چه مایه کتاب میخوای؟ هر کتابی میخوای. امروز از انگلیس یه چیزی داشتم، دیروز صبح بود، آقای گفتش که من یه پکیج کتاب میخوام. گفتم که برای چه نوع پکیجی؟ گفت خانومم میخواد بخونه. گفتم بده ایشون صحبت کن. با خانومش که صحبت کردم، دیدم مثلا کتابایی که من دارم نمیخوان، ولی خب من کتاب خوندم، با تو کتاب خونم دارم. گفتم اینو اینو اینو. گفت آره خیلی عالیه. گفتم خیلی خوب، من تو کتاب خونم دارم، بهتون میدم. چرا این کارو میکنم؟
اولا کتاب خونه من میره دست ایرانی ها، پخش و پلا نمیشه، به دست کسی میره که بابتش پول داده قدرشو داره. شما اینجا اگر برید توی مثلا این جاهایی که آکسفام و تو انگلیس آکسفام، اینجا سلبج آرمی و از این حرف هاست، یا اونی کتاب فارسی اونجاست، یارو مرده مثلا سیت کتاب داشته، کتابش رو داشتن بیرون به دست اینا افته، اینا نمیدونن چی اصلا. و قبل از اینکه اینجوری بشه هم پول برنامه ما با این کار در میارم، هم کتاب میره جای امنی. به کتاب تحریف شده حکومت دینی رو شما دیگه نمیخونید، کتاب اصلی رو دارید میخونید. این فیلم هایی که بهتون گفتم باز مال همون شرکتی است که تعطیل کرده. آکمند به این صورت میاد، دو بسته از بهروز وثوقی داره با کیفیت های بسیار خوب، یک سری کامل از ناصر ملک مطیعی داره، از فروین داره، از صمد داره، از ارحام صدر و وحدت داره، و اینا فیلم ها رو دونه $12 اینجا تو وست‌وود میفروشن. اینا بسه هفتایی در واقع میشه $84. حالا یه وقت شما میگین من دو تاشو میخوام، سه تاشو میخوام، اینا این قیمتشه که من باید بفروشم، یه مقدارشو به اون آدم بدم، یه مقدارشم برای پشتیبانی برنامه. من کاری که کردم اومدم هر هفت فیلم رو $100 قیمت گذاشتم که شما $16 به برنامه من کمک کنید. فکر کنید سوار هواپیما شدید، اومدید رفتید وست‌وود، این هفت فیلم رو پیدا کردید و $84 میخواد بخرید، بذارید توی ساکتون بردارید برید. اینها رو هم میتونید به صورت پکیج ناصر ملک مطیعی بگیرید، به صورت پکیج فردین بگیرید، به صورت پکیج صمد بگیرید، به صورت پکیج بهروز بگیرید، یا به صورت پکیج دایجان ناپلئون، یا میتونید بگید آقا از هر کدوم اینا یه دونهشو بذار یه پکیج بکن به من بده. من خودم براتون سوا میکنم میذارم، یا خودتون میتونید اینا رو میذارم رو سایتم. کسانی که رو سایت استفاده میکنن هم روی rezafazili.com فکر میکنم تا دوشنبه سه شنبه بره، و روی rezafazili.net هم به زودی خواهد رفت. اینجا آماده بشه کپی میکنیم میذاریم روی rezafazili.net. اگر کمک کنید باز این فیلم ها، فیلم های قبل از انقلاب با کیفیت خوب، با تصویر خوب، نه از اینا که میپره بالا پایین میره، اونا رو حدود 600 تا فیلم دارم، از اونا رو میدم بهتون. اینا رو هم رفتم سوا کردم و با اون آقا قرار گذاشتم که این کار رو بکنه. این فروهرها رو من وقتی بهش راجبه صحبت نکنم، این سفیدشه، این زردشه، نمیدونم میتونید شما ببینید یا نه. اینها دونه $60 به اضافه خرج پست. موقعی که اینا نبود هر روز تلفن داشتم آقای فاضلی این فروهری که تو سینه ته کجا خریدی؟ اینا نقره است، زردش آب طلاست، سنجاق سینه شیر و خورشید آب طلا، و
این دستبند فروهر نقره، چهار تا فروهر بهش آویزونه. یکی از من تلفن کرد پرسید اینا برای خانم هاست یا آقایون؟ گفتم والا نمیدونم، امروز یونیسکس شده، زیاد نمیشه فرق گذاشت. ضمن اینکه این فیلم ها رو میبرید، فیلم از فرخزاد سه تا کاست دو ساعته دارم، فیلم ایرج میرزاست، آقای ایرج کاردان بازی میکنه، پرویز کاردان ببخشید، واریته آخوندی دو تاست، اوتلو در سرزمین عجایب، خاک سپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاح آخرین مجلس ایران، این پکیجی که خاک ناسپاس، این واقعا مفته. اینا همه جزو این حراجیاست. میراثداران کوروش، شعله های پارس از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح و کتابچه عکس های خانواده پهلوی، وقایع تاریخی ایران. این 10 تا DVDه. من 50 دلار به صاحبش پول میدم، به اضافه یه پول پست که میدم برای شما بفرستم. اگر خواستید برای برنامه چیزی روش بذارید بذارید، نخواستید همون 50 دلار به اضافه خرج پستش رو بدید. من چون به اون دوستم قول دادم این کمک رو بهش بکنم، این کار رو میکنم. از کتابای آقای شفا پکیجایی هست که 7 تا کتاب آقای شفا توشه. این 7 تا کتاب با جلد، یه دونه نمونش رو اینجا آوردم، با جلد ضخیمه. یه خورده بعضمون یه جوری شده که همش کارهای کوچیک کوچیک باید بکنیم، یعنی زیادی سنگین نباید این برابر بکنم. این جلدش ضخیمه، 7 تاشو در اروپا میفروشن 300 یورو، در امریکا هیچ کسی نداره. من به شما میدم 300 دلار به اضافه خرج پست در هر کجای دنیا. گاهی اوقات از استرالیا به من تلفن میکنن که خرج پست برای استرالیا چقدره. خرج پست برای استرالیا کتاب اول 15 دلاره، کتاب‌های بعد یکی 10 دلار اضافه کنید. کانادا کتاب اول 10 دلاره، برای کتاب‌های بعد 5 دلار اضافه کنید. در امریکا پول پست از کسی نمیگیرم. برای اروپا کتاب اول یا هر کدوم دونه 10 دلاره، اون اضافه‌ش رو خودم میدم. یه مقداری این کتاب تولدی دیگر رو من فکر نمی کنم امروز به کتابخونی براتون برسم، عذر میخوام. نه بخوام اینا رو معرفی کنم، اصلا به کتابخونی نمیرسم. داستانها و قصص قرآن، اگر تورات نبود قرآنی وجود نداشت. یک رونویسی ناقص از تورات میشه قرآن. مقایسه قصه های تورات و قرآن این توه، داستان‌ها و قصص قرآن. بر ما چه گذشت؟ کتابی که هر زرتشتی باید بخونه، به جز یک زرتشتی ما کسی دیگر رو نداشتیم، آقای جمشید پیشدادی که این کتاب رو بخونه. آقای پیشدادی این کتاب رو بر من فرستادن، از شکست ساسانیان تا دوره پهلوی. کتابی هست اینجا، نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. ببینید تلویزیون های ما شده جنگ، کی چی کار کرد، کی کجا رفت. این 30 ساله یکی میگه شاه خوب بود، یکی میگه مصدق خوب بود، یکی میگه شاه بد بود، یکی میگه مصدق بد بود. با گفتن من و گفتن دوستان من
چیزی درست نمیشه. بخونید، با خوندن درست میشه. وقتی میخونید هم موافقشو بخونید هم مخالفشو بخونید، و اون وقت خودتون قضاوت کنید. شما کتاب رو نمیخونید. ما عادت داریم بگیم وحی منزله. کتاب وحی منزل نیست. من خودم کتاب که میخونم دو تا هایلایت دستمه، اونجایی رو که باهاش موافق نیستم هایلایت قرمز میکنم، اونجایی که حرفای قشنگ زده ما موافقم هایلایت زرد میکنم، که وقتی میخوام مرور کنم ببینم خود کتاب با خودش چجوریه، چقدر میشه بهش اعتماد کرد. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. آقای مهدی شمشیری کتابی دارن زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، مقدمات تا اجرا، از آقای مهدی شمشیری. از عناوین خیلی جالبی داره: درخواست پول برای آزادی فرمانفرما توسط سید ضیاءالدین. یه چیزایی شما انقدر میرید یک حقایقی رو میبینید که یکیشو تو هیچ کتاب تاریخی نخوندید. این آقای شمشیری محقق بسیار خوبیه. گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، یک کتابی است، یکی از کتابای آقای شمشیری که بلافاصله نایاب میشه. راه آهن سرتاسری ایران، بحث هایی که پیش بین آقای دکتر مصدق و رضا شاه و مجلس اون روز بوده. راه آهن سرتاسری ایران، این گفته نشده ها، خاندان امام خمینی. به خدمتتون عرض کنم بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران، بلایی دیگر از سوی خمینی. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق. کسانی که از من خواسته بودن اینها رو براشون بخونم که آقای شمشیری چند تا کتاب درباره مصدق و چیزهای دیگه نوشتن، آقای شمشیری جمعاً 13 تا کتاب دارن. من یک کتاب دارم اینجا به نام افسانه قدیر خمزی، یادم قطور نیست. شیعه ها علاوه بر اینکه علی نماد شیعه گری رو میخونن، اون کتاب رو هم بخونن برای آگاهیشون، نه برای اینکه بگن چی بده چی خوبه. انسان هر چقدر آگاه تر بشه بهتر میتونه قضاوت بکنه، و آگاهی نمیاد مگر با خوندن. سعیدی سیرجانی فقط یک کتاب ازش دارم، کتاب هستش ازش، من یه دونه دارم، بیچاره اسفندیار، ولی یادش باشه اینجا. سعیدی سیرجانی کتاب بسیار زیبا و خوبش که چاپم شده، اسمش پیر داریم میشیم آقا، پیر داریم میشیم، قرآن به زبان فارسی، به زبان روان فارسی بخونید، برای اینکه بدونید تو قرآنتون چی نوشته. از آقای شمشیری باز دارم افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین، این کتابه. حالا میگه از همین نگارنده گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، خاندان مصطفیان آشتیانی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، قاتلان واقعی و آمران شرکای جنایت، نمیدونم چیه، منم نخوندم اینا هنوز، بلای سرمان رشدی که بهتون گفتم، یکی از بهترین کتاباش، همسران، کنیزان و موهوبات محمد. حضرت رسول تعدادی همسر داشت،
تعدادی کنیز داشت، تعدادی از زنام خودشونو هبه کرده بودن، هبه به حضرت رسول. قرارداد آرمیتاژ اسمیت و راهن سرتاسری ایران. آلاله از همامی رفشار، کاستی هم هست با این که شعرهای همامی رفشار با صدای خودشه. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. ببینید دوستان، من همه کتابا رو نمیتونم توی این یک ساعت بهتون معرفی کنم. به سایت www.rezafazili.com یا rezafazili.net مراجعه بکنید، لیست همه کتاب ها هست. قیمت ها اینها بین با پست و همه چی برای امریکا یه چیزی بین از 28-9 دلار 30 دلار تا 37-8 دلار تموم میشه. من دونه 50 دلار اینا رو حساب میکنم. در خارج از امریکا پول پست رو شما میدید. همه این کارا رو میکنم که اون بین 18 دلار 12 دلار 15 دلار برای برنامه بمونه و کمک به برنامه بشه. ولی من دکون کتاب فروشی ندارم. این فیلم ها رو اگر خواستید، من روزای شنبه و یک شنبه فیلم میذارم. کسانی که با اینترنت آشنایی دارن، این هفته فیلم قیصر رو براتون گذاشتم، از بهروز وثوقی، پوری بنایی و ناصر ملک مطیعی با اون هیبت خودش. قیصر اولین فیلم مسعود کیمیاییه. این فیلم رو براتون گذاشتم. اگه میخواین ببینین کیفیت فیلم هایی که من بهتون خواهم داد چیه، این فیلم رو این هفته ببینید. هم روی rezafazili.com هستش، هم روی rezafazili.net. از آقای کسروی در حدود 14 تا کتاب دارم. تمام کتاب های صادق هدایت رو دارم. هر کدوم خواستید اوردر بذارید در خدمتتونم. آخر هفته است. این برنامه هر روز هفته از ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه شنبه از 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از روی کانال 1 پخش میشه. امیدوارم که یه مقداری به فکر من هم باشید، با هم دیگه بتونیم این راه رو بریم. این برنامه روز جمعه، روز یک شنبه بعد از ظهر حتما پخش میشه. تا دوشنبه صبح، خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.